در لایحه جدید حجاب به ماموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط اختیاراتی داده میشه که اگر پیش از این تحت امر مقام قضایی بودند، امروز خودشون قاضی، مجری حکم و مامور هستند. به نوشته شرق، چنین اقدامی در صورت تصویب کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب رو هم به همراه نخواهد داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با آقای حسین احمدی نیاز، حقوقدان از آمستردام هلند. درود بر شما آقای احمدی نیاز. تصویربرداری از چهره مردم، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد و محرومیت از حقوق شهروندی مثل حساب بانکیشون ممنوع الخروج کردن و غیر و غیره که تو این لایحه اومده، آیا خودش مصداق بارز نقض حریم خصوصی و نقض حقوق شهروندی نیست؟ به طور کامل آنچه که در لایحه همین عفاف یا بحث حجاب مطرح هست خلاف قانون، خصوصا خلاف اصول 34، 156 و 159 از قانون اساسی است. قانونگذار اومده تکالیفی رو برای قوه قضاییه به عنوان مجری قانون و عدالت در جامعه تعریف و تعیین کرده است. محاکم دادسراها، محاکم و دادسراها به طور کامل وظایف مشخص و معینی دارند. اما اینکه نیروی انتظامی بیاد تحت عنوان دستگاه قضایی اقدام به تبیین و یا اقدام به برخورد با بی‌حجابی بکنه به طور کامل خلاف قانونه. نیروی انتظامی صرفاً یک ضابط قضایی زیر نظر قوه قضاییه یا دادستان باشه و دادستان و قوه قضاییه بایستی مدافع حقوق مردم باشن، نه ناظر بر نقض حقوق مردم. یعنی آنچه که داره اتفاق میفته پایمال شدن حقوق مردم در حضور قوه قضایی است که این به طور کامل ناقض اصل قانون، اصول متعدد از قانون اساسی، پایمال شدن حقوق بنیادین ملت از اصول 19 تا 42 همین قانون اساسی محسوب میشه. بنابراین اقدامات نیروی انتظامی یا ضابطان یا آنچه که حتی همین لایحه هم تصویب نشده، ما میبینیم که لباس شخصی ها و بسیج یا نهادهای دیگری که اختیارات فراقانونی دارن به شکل خودجوش به مراسم، به کنسرت ها، به نهادهای مختلف حمله میکنن. یا شما میبینید که رئیس نیروی انتظامی استان مازندران اعلام میکنه که گردنشون رو بشکنید و من پاسخگو هستم. ایشون غلط میکنه که میگه من پاسخگو هستم، ایشون غلط میکنه که میگه من گردن اینها رو بشکنید، من پاسخگو هستم. ایشون که قانونگذار نیست، قانون نیست. بنابراین دستگاه قضایی به جای اینکه مدافع و حامی حقوق بنیادین مردم باشه یا اینکه حامی حقوق قضایی مردم باشه، خودش داره به یک نظارگر تبدیل میشه و این هم همه ناشی از این است که قوه قضایی در ایران فاقد استقلال هست. از خود هیچ گونه اختیاری ندارد و این درد بی پایان مردم ایران در این شرایط هست. آقای احمد نیاز عزیز، شما نگاه کردید به جنبه حقوقیش. حالا من میخوام یه سوال بپرسم. در مقدمه این لایحه دقیقاً عیناً این جمله اومده: دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه، لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام. به نظر شما حتی به عنوان یک شهروند عادی این لایحه چیزی به نام منزلت زن رو اصلا نگاه کرده بهش یا نه؟ اینا تعارفات آبکی و علکی برای توجیه این قانونه. نه اسلام اینو گفته، نه قرآن اینو گفته، نه رویه قضایی اینو گفته و نه قانون چنین موجبی و موضوعی رو بیان کرده. بنابراین اینها برای توجیه رفتارهای خلاف قانون و ناقض حقوق اساسی و بنیادین مردم از این ادبیات دارن استفاده میکنن و اینها همه توجیه هست و فریب دادن مردم هست یا فریفتن خود هست که دارن این کار رو انجام میدن. در هیچ کجای قوانین اسلامی، قوانین قضایی و یا حتی خود قرآن کریم هرگز چنین موضوعاتی مطرح نشده. همه اینها برای از بین بردن حداقل حقوق مردم ایران خصوصا زنان است. این یک واقعیت هست که مردم ایران خصوصا زنان مخالف حجاب اجباری هستند. اینها به جای اینکه تن بدن به قانون، تن بدن به حقوق بنیادین مردم و تابع اراده مردم در عدم پذیرش حجاب اجباری باشند، دارن با
چماق و چوب و با نیروهای خلاف قانون و نیروهایی که هیچ بویی از قانونگذاری و قانون مداری نبردن دارن برخوردهای فیزیکی میکنن که این مال عصر حجره، مال سال 2021 نیست. اما داره. چیزی که وجود داره اینه که چرا دادستان ها مانع این نیروهای خودسر فراقانون نمیشوند؟ اینها از کجا تأمین میشن که اختیار تدوین و تبیین قوانین را دارن که خلاف قانون است؟ سپاسگزارم از شما. حسین احمدی نیاز، حقوقدان از آمستردام هلند.